تا حالا برات پیش اومده که داشتی توی خیابون را میرفتی و یه نقاشی عجیب روی زمین دیدی که به نظرت فقط یه سری خط و خطوط کشیده و بیمعنیه، اما یکم که جا به جا شدی دیدی اوه این یه تصویر سه‌بعدیه و انگار واقعا یه چیزی شبیه چاله وسط خیابونه یا یه موجودی از دل زمین زده بیرون. اگه اینو دیدی باید بگم خوششانس بودی، چون با یه تکنیک هنری عجیب به اسم آنامورفوز که تو فارسی بهش میگن واریخت سازی طرف بودی. البته اجازه بدین من از همون کلمه آنامورفوز استفاده کنم. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که این تکنیک هنری دقیقاً چیه؟ چطوری کار میکنه؟ کی اختراعش کرده؟ و از همه مهمتر چه ربطی به ریاضی داره؟ چون بالاخره ما توی کانال متبازیم و همه چی رو از نظر ریاضی بررسی میکنیم. من سبام و اینجا متبازه. خوش اومدیم به کانال خودتون. بخش اول پرسپکتیو. قبل از اینکه بریم سراغ تکنیک آنامورفوز، اول بذار با هم یه چیز پایه‌ای رو مرور کنیم که بهش میگم پرسپکتیو. پرسپکتیو یا همون خطای دید هنرمندانه یا ژرف نمایی، یعنی نشون دادن فضای سه‌بعدی روی یک فضای دوبعدی. خب ما به عنوان ریاضی بازها این کار رو زیاد کردیم که مثلا یه مکعب رو روی یه صفحه دوبعدی کشیدیم. یعنی اینم پرسپکتیوه؟ بله، اینم یه جور پرسپکتیو حساب میشه. در واقع وقتی مغز ما با دیدن خطوط و اندازه های خاص گول بخوره و تصور کنه اون چیزی که میبینه عمق داره، اون یه پرسپکتیوه. معروف ترین مثالی هم که میشه ازش زد یه جاده است. به جای اینکه دو خط جاده رو موازی بکشی، دو خط جاده رو در یک نقطه برخورد میدی که به اون نقطه میگن نقطه محو یا ونیشینگ پوینت. اینطوری در واقع مغز ما گول میخوره و حس میکنه فاصله، ارتفاع و یا عمق توی تصویر وجود داره و بدون اون همه چیز تخت و بیروح میشه. بخش دوم، قبل از پرسپکتیو دنیا چطور دیده میشد؟ قبل از اینکه هنرمندا پرسپکتیو رو بشناسن، توی نقاشی‌ها همه آدما و اشیا رو یه جور خاص می‌کشیدن. مثلا تو هنر مصر باستان فرعون رو بزرگتر می‌کشیدن چون مهمتر بود، نه چون نزدیکتر به تصویر بود. در واقع تصاویر بیشتر نمادین بودن تا واقعی، یعنی عمق نداشتن و همه چیز انگار روی یک دیوار صاف چسبیده بود، تا اینکه ریاضی به هنر ورود می‌کنه. بخش سوم، تولد پرسپکتیو. در قرن 15 میلادی در ایتالیا و در دوران رنسانس، هنرمندای بزرگی مثل بولنسکی و لئوناردو داوینچی فهمیدن که میشه به کمک ریاضی نقاشی‌ها رو واقعی‌تر کرد. اونا متوجه شدن که اگر بتونن قوانین مشخصی از ریاضیات رو در تصاویرشون بیارن، اینطوری نقاشی‌هاشون واقعی‌تر به نظر میرسه و اینطوری بود که نقطه محو، خط افق و زاویه دید وارد دنیای هنر شد. یعنی سه اصل مهم در پرسپکتیو. و پرسپکتیو به عنوان یک علم ریاضی به کمک واقعی‌تر شدن نقاشی‌ها اومد. حالا قبل از اینکه ببینیم یه تصویر پرسپکتیوی رو چجوری میشه کشید، بریم سراغ آنامورفوز. بخش چهارم، آنامورفوز، پرسپکتیوی که گول میزنه. این تکنیک عجیب که در واقع موضوع اصلی این ویدیوه، آنامورفوزه که یه نوع خاص از پرسپکتیو محسوب میشه، اما با یه تفاوت اساسی. اونم اینه که تصویری که توش از این تکنیک استفاده شده فقط از یه زاویه خاص درست دیده میشه و تو زوایای دیگه تصویر کشیده، بی‌معنی و درهم برهم به نظر میرسه. مشهورترین نمونه از آنامورفوز توی یک نقاشی، نقاشی سفیران اثر هانس هولباینه. یه نقاشی از دو مرد شیک و جدی با لباسهای فاخر پر از جزئیات از ساز و ابزار علمی و مذهبی. اما یه چیز عجیب وسط این نقاشی هست که انگار خراب شده یا هنرمند اشتباهی اونو وسط تصویر کشیده. ولی وقتی دقیق تر و از زاویه های دیگه به این نقاشی نگاه میکنی، میبینی در یه زاویه خاص اون شکل به ظاهر دفرمه تبدیل میشه به یه جمجمه. در واقع نقاش با این کارش یه پیام پنهان از مرگ و فنا رو وسط یه تصویر ظاهراً عادی قرار داده. حالا قبول داری که با دیدن جمجمه حس نقاشی برات تغییر کرد؟
این دقیقاً همون چیزیه که در آنامورفوز اتفاق میفته. بخش پنجم، حالا ببینیم چجوری میشه این تصاویر رو کشید. این بخش برای کسایی که علاوه بر ریاضی به هنرم علاقه دارن جذابه. ولی اولش برای اینکه ببینیم هنرمندا چطور به تکنیک آنامورفوز رسیدن، اول باید بفهمیم یک تصویر پرسپکتیوی چطوری کار میکنه و کشیده میشه. فرض کن از پنجره به یه منظره از بیرون نگاه میکنی. نور از اجسام به چشم تو میتابه و در مسیرش از سطح پنجره رد میشه. حالا یه صفحه شفاف مثل یه شیشه یا یه تلق رو جلوی صورتت قرار بده و بدون اینکه جاتو تغییر بدی فقط با یه چشم به اون منظره نگاه کن. علت این که میگیم با یه چشم چون با دو چشم مغز عمق‌سازی بیشتری انجام میده. ولی چون ما این تصویر رو از یه زاویه مشخص میخوایم یه چشمی نگاش میکنیم. حالا تصور کن با یه ماژیک هر چیزی که میبینی، شاخه درخت، سقف خونه و هر چیزی رو دقیقاً روی همون نقطه‌ای که به چشمت میرسه روی شیشه نقاشی میکنی. اگر با دقت این کار رو بکنی، در پایان اون تصویری که روی شیشه کشیدی از نگاه تو از همون نقطه دقیقاً شبیه منظره واقعی پشتشه. یعنی مغز فکر میکنه که هیچ تفاوتی بین نقاشی و واقعیت نیست. اما اگر فقط نیم قدم به چپ یا راست حرکت کنی همه چیز به هم میریزه و خطوط نقاشی دیگه سر جای خودشون نیستن. چرا؟ چون اون تصویر فقط برای اون زاویه دید کشیده شده بوده. در واقع مغزت فقط از اون نقطه میتونه اون فریب دیداری رو بخوره، مثل یه معادله که فقط در یک شرایط خاص جواب میده. هنرمندا میدونن که یک طراحی پرسپکتیوی در واقع یک تصویر فرافکنی شده روی یک صفحه دو بعدیه. یعنی وقتی یک تصویر سه بعدی مثل یک راهرو رو روی کاغذ دو بعدی میکشیم، در اصل داریم اون حجم واقعی رو از یک زاویه خاص فرافکنی یا پروژکت میکنیم روی یک سطح صاف. این دقیقا مثل اینه که نور از یه جسم سه‌بعدی بیفته روی دیوار و تو سایه‌ش رو بکشی. نقاشی پرسپکتیو هم یه جور کشیدن سایه هندسی از اجسامه. حالا با کمک ریاضی یه سری قواعد اولیه در پرسپکتیو به وجود آوردن که بدون اینکه لازم باشه یه تصویر واقعی رو ببینیم، بتونیم نقاشی پرسپکتیوی دقیقی بکشیم. پس اینجا چون میدونیم یه تصویر پرسپکتیوی یه فرافکنیه، میتونیم با چند تا اصل تو هندسه و مثلثات اونا رو به راحتی رسم کنی. این قواعد ساده میگن که خطوط باید از کجا شروع بشن، کجا به هم برسن و اندازه اشیا چطور با فاصله کوچیک‌تر بشه. پس خطوط موازی فقط روی بوم موازی دیده میشن که با سطح بوم موازی باشن. بذار واضح‌تر بگم. مثلا فرض کن میخوای دو تا خط ریل قطار رو بکشی. اگر این خطوط رو از کنار نگاه کنی توی نقاشی هم موازی میکشیشون. اما اگر بخوای اونا رو در عمق تصویر نشون بدی، یعنی انگار دارن به دور دست ها میرن، باید کاری کنی که به هم نزدیک بشن و در نقطه به اسم نقطه محو به هم برسن. اما این اتفاق در نقاشی هایی که تکنیک آنامورفوز درشون به کار رفته مثل نقاشی سفیران یکم پیچیده تره. پس بریم ببینیم آنامورفوز که یه جور پرسپکتیو چطور کشیده میشه. اولین قدم اینه که طرح اصلی سه‌بعدی رو طراحی یا انتخاب کنید. این طرح میتونه یه چاله، یه مکعب یا حتی یه جمجمه و هر چیز سه‌بعدی باشه. این طرح رو خیلی عادی روی صفحه دوبعدی بکشید، یعنی دفرمش نکنید. قدم بعدی اینه که اون تصویر رو روی یک شبکه مربعی که بهش میگن شبکه راهنمای دید یا گرید قرار بدید. حالا اون شبکه مربعی میتونه رو صفحه کاغذ، تلق و یا بوم باشه و هر مربع این شبکه یه واحد اندازه‌گیری برای انتقال تصویر به صفحه هدفه. حالا در مرحله بعدی چند تا کار میشه انجام داد. یا میشه پروژکتورهای امروزی استفاده کرد و تصویر رو دفرمه کرد و روی سطح مورد نظر انتقال داد، یا اینکه از نرم افزارهایی مثل ادوب کمک گرفت و این کار رو کرد. اما مردم قدیم در زمان رنسانس که به این ابزارا دسترسی نداشتن، پس اونا چی کار میکردن؟ هنرمندای رنسانس برای کشیدن آنامورفوز از پروژکتورهای اولیه استفاده می‌کردند
یکی از این پروژکتورها ساختار خیلی ساده‌ای با استفاده از نخ یا کش داشت. اینطوری بود که بعد از اینکه تصویر سه‌بعدی مورد نظرشون رو روی کاغذ کشیدن و روی یک شبکه مربعی قرار دادن، مرحله بعد مشخص کردن نقطه دید بود. یعنی باید یه تصویر ثابت رو مشخص کنی که از اونجا میخوای به تصویر نگاه کنی، اون نقطه میشه مبدأ اتصال این نخا. حالا از نقطه دید نخها رو به تک تک نقاط شبکه تصویر اولیه وصل میکنی. هر نخ اینجا نقش یک پرتو دید رو داره، یعنی نشون میده که اگر چشم اونجا باشه اون نقطه از تصویر در راستای چه خطی دیده میشه. حالا همون نخها رو ادامه میدی و به صفحه هدفت که میتونه روی زمین، سطح کاغذ یا روی بوم نقاشی باشه انتقال میدی. حالا اینجا به مرحله انتقال تصویر خانه به خانه میرسیم. در واقع به مرحله فرافکنی تصویر میرسیم. برای این کار تصویر دفرم شده هر مربع شبکه اولیه رو روی صفحه مورد نظرت علامت میزنی و در نهایت تصویرت رو خونه به خونه روی شبکه جدید میکشی. امروز هنرمندا این کار رو به اهداف مختلف روی پیاده‌روها و یا در خیابان‌ها زیاد انجام میدن. مثل کشیدن یه دره عمیق یا یه پل شکسته. برای این کار اول باید یه چیزی شبیه شیشه یا تلق شفاف رو جلوی پیاده رو تصور کنی. این شیشه قراره مثل همون مثال پنجره‌ای باشه که قبلا گفتم. بعد تصویری که میخوای به صفحه اضافه کنی رو از همون نقطه دید روی اون شیشه بکشی. برای اینکه این تصویر واقعی به نظر برسه باید با بقیه اجزای صحنه همخونی داشته باشه. مثلا اگر توی پیاده رو سایه‌ای هست تو هم باید اون سایه رو بکشی. اگر خطهای ساختمان کنار پیاده رو به سمت خاصی میرن، نقاشی تو هم باید با اونا هماهنگ باشه. پس برای اینکه تصویرت واقعی تر باشه، از سه تا اصل اولیه پرسپکتیو استفاده کن. اول اینکه خطوط موازی باید به یک نقطه محو برسن. دوم اینکه اجسام دورتر باید کوچیک‌تر باشن. و سوم اینکه زاویه دید بیننده مشخص باشه. مرحله بعد هم پروژکت کردن تصویر روی زمینه و همونطور که گفتم این کار امروزه به راحتی با یه پروژکتور انجام میشه. بعد فقط کافیه تو گچ و اسپری یا رنگ مورد نظرتو ورداری و اون تصویر رو کپی کنی رو زمین. وقتی بیننده تصویر رو دقیقاً توی همون نقطه‌ای که تو ایستاده بودی و براش طراحی کردی ببینه، تصویر روی زمین و دنیای واقعی یکی به نظر میرسن. البته اینم اضافه کنم که حتما لازم نیست این کار رو روی سطح زمین انجام بدی. میتونی روی یک دیوار، جعبه یا حتی یه مشت شیء عجیب و غریب بندازی و فقط کافیه از یه زاویه خاص بهش نگاه کنی و همه اجزا رو طوری بچینی که یه تصویر زنده و واقعی رو بسازن. بخش ششم، چرا مغز ما گول میخوره؟ مغز ما دنبال الگو نظم میگرده. وقتی یه تصویر رو از زاویه درست میبینه، بلافاصله اونو به صورت سه‌بعدی تفسیر میکنه. چون ما یاد گرفتیم دنیا رو با پرسپکتیو ببینیم. پس وقتی آنامورفوز درست طراحی بشه، مغز ما بدون اینکه بفهمه داره گول میخوره، تصویر دفرمه رو به شکل یک واقعیت سه‌بعدی میبینه. از نقاشی‌های قدیمی تا هنر خیابونی، از داوینچی تا گرافیتی های مدرن، هنر همیشه با مغز ما بازی کرده. اما وقتی پای ریاضی میاد وسط، این بازی به یک سطح دیگه میرسه. پس از این به بعد اگر یه تصویر عجیب دیدی، قبل از اینکه از کنارش رد بشی یه قدم برو کنار و از یک زاویه دیگه تماشاش کن. شاید یک دنیای عجیب منتظرت باشه. خیلی دوست دارم بدونم شما تجربه مواجهه با آنامورف رو توی خیابون داشتیم یا نه. من که خودم تصمیم دارم خیلی به صورت ساده و در ابعاد کوچیک‌تر یه تصویر آنامورفی رو بکشم. شما هم اگر این کارو کردین حتما عکسشو برام بفرستین تا با بقیه به اشتراک بذارم. در ضمن طبق معمول یادت نره که لایک کنی، کامنت بذاری و مطمئنا تا الان کانال رو سابسکرایب کردی دیگه.